سلام، با آشپزخونه سحر خوش اومدید. آموزش امروز ما حمصه که شما خواسته بودید، یک پیش غذای خوشمزه لبنانی که اتفاقا توی کشور عزیز ما ایران هم طرفدارای خیلی زیادی داره و خیلی هم ساده و راحت تهیه میشه. من باید آب نخود رو بگیرم و نخود رو از اون جدا بکنم. البته یادتون باشه موقعی که آب نخود رو میگیرید همه اون آب رو دور نریزیم، بخشی از اون آب رو احتیاج داریم نگه دارید. اگر یه مقدار حمص شما صفر شد میتونید از این آب نخود استفاده بکنید. یادمون باشه که نخود یکی از اون حبوبات بسیار ارزشمنده که هم در طب ایرانی اسلامی و هم پزشکای تغذیه خوردن اون رو بسیار بسیار سفارش کردن، به خاطر اینکه سرشار از مواد معدنی و مقوی و انواع ویتامین‌های خانواده B و ویتامین A. نخودا رو می‌ریزم داخل یه ظرف دیگه. هم میتونید از مخلوط کن استفاده کنید، هم میتونید از گوشکوب برقی استفاده کنید. مهم اینه که اینجا باید نخودای ما کاملاً له یا پوره بشه. سیرها رو بهش اضافه میکنم. خب نوبت پوره کردن نخود به همراه سیره. تو این مرحله ارده و روغن زیتون رو مرحله به مرحله به مخلوط سیر و نخود اون اضافه میکنم. من یه قاشق روغن زیتون هم اینجا اضافه میکنم و بعد دوباره مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنم. یه قاشق دیگه روغن بهش اضافه میکنم و آب لیمو ترش. خب مواد رو با هم مخلوط میکنیم. غلظت مواد داخل ظرف من مناسبه، اما اگر شما دیدید کمی موادتون سفت هست میتونید یه مقدار از آب نخودی که نگه داشته بودید و بهش اضافه بکنید. من الان باید نمک و فلفل قرمز رو به حمص اضافه بکنم، اون رو مخلوط بکنم و داخل ظرف سروش بکنم. مواد داخل ظرف رو با هم مخلوط میکنیم. حمص ما آماده است. یه قاشق روغن زیتون داشتیم برای اینکه روی حمصمون خشک نشه موقع سرو کردن، در این تا زمانی که توی ظرف میکشیمش این یه قاشق روغن زیتون رو روی حمصمون میریزیم و با کمی سماق روی اون رو تزیین میکنیم. حمص پیش غذای خوشمزه لبنانیه که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفیده. ما همچنان منتظر پیشنهادات شما هستیم برای آموزش غذاهای بعدی.